اما اثنا عشریه در نهایت به دوازده امام، اثنا عشریه دوازده اکتفا کردند، اما در عترت نبوی در بنی هاشم از عهد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم جميعا یک نفر نبود که قائل به دوازده امام باشه یا یک یا امام معصوم باشه، بلکه قول به امامت، به امامت اثنا عشریه بعد از امام حسن عسکری شروع شد. و در بعضی از روایت ها میبینیم که حیرت و سرگردانی در میانشون زیاده و هنوز نمیدونند که بعد از وفات حسن عسکری چیکار بکنند. در روایت های کافی هستش که برای 13 امام، بعضی ها میگن که علی ولایتو به هر کسی که خواست افشا میکنه، و اما عدد هنوز مشخص نیست، هنوز امر عدد و فراماسورهای ولایت باز نشیده هم. ولی اول این روایت رو تراشتن که سابع اونا قائم اونا، سابع اونا قائم اونا، هفتمین ما قائم ماست، الان دوازدهمینش قائم شده. و این چیزی شد که اسماعیلیه درش توقف کردن، لیکن در نزد موسویه یا قطعیه که بعدها اثنا عشریه نامیده شدن مسئله کلا متفاوت شد. بعد دیدن نه اینم که نشد، با تقییه هم که نشد کار درست کردن، چیکار کردن؟ یه چیزی دیگه به نام بدع ایجاد کردن. بدا یعنی تغییر خاص الهی، ما اینم شد جزء عقایدشون.